سلام به شما دوستای خوبم، در کانال دکتر سلامت به کانال خودتون در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم به خانم ها توضیح بدم که نشونه های مردی که از دوست داشتن اونها سوء استفاده میکنه چیست. پس با من همراه باشید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، حسادت و حس تملک. نسبت به دوستان و خانواده و همکاران شما حسود می شود و سعی می کند شما را از آنها جدا کند. زن و فرزندان خود را جز دارایی های خود می بینند، نه انسان های مستقل. بی دلیل شما را به خیانت و ارتباط با مردهای دیگر متهم می کند. همیشه به روش بازجویی می پرسد کجا و با کی بوده اید. مورد دوم، حس کنترل. میخواهد همه زمان شما مال او و مرکز توجه شما باشد. همه ی هزینه ها، ماشین و فعالیت هایی که در آن شرکت میکنید تحت کنترل اوست. اگر زن علائمی از استقلال و قدرت از خود نشان دهد عصبانی میشود. مورد سوم، حس برتری. همیشه حق با اوست، همیشه او باید برنده باشد و همیشه حس ریاست دارد. همیشه عملش را توجیه میکند تا بتواند با متهم کردن شما یا کسان دیگر حق به جانب شود. مردی که سوء استفاده کلامی میکند با شما بعد حرف زده و دشنام میدهد تا احساس بهتری به او دست دهد. هدف چنین مردی این است که شما احساس ضعف کنید تا خودش بتواند احساس قدرت کند. این افراد معمولا احساس ناامنی میکنند و فقط این قدرت است که باعث میشود حس بهتری داشته باشند. مورد چهارم، حقه. به شما میگوید احمق یا نادان یا تقصیر را گردن شما میاندازد. سعی میکند توی رفتار کند که فکر کنید تقصیر شماست که او دچار این مشکل شده است. نن من غریبم در میآورد که دلتان به حالش بسوزد و سعی میکند به او کمک کنید از این وضعیت بیرون بیاید. به بقیه میگوید شما تعادل ندارید. مورد پنجم، تغییر حالت. بعد از اینکه سوء استفاده انجام گرفت، ناگهان از فردی خشن و عصبانی به فردی پشیمان و مهربان تبدیل می شود. مورد ششم، تضاد حرف و عمل. به قولهایش عمل نمی کند، می گوید دوستتان دارد اما از شما سوء استفاده می کند. مورد هفتم، تنبیه کردن شما. مردی که سوء استفاده احساسی می کند از رابطه جنسی یا صمیمیت احساسی خودداری می کند یا وقتی نتوانست راه خود را پیش ببرد سکوت پیشه می کند. معمولا با انتقادهای مداوم شما را تحت سوء استفاده کلامی قرار می دهد. مورد هشتم، عدم تمایل به کمک گرفتن. چنین مردی تصور نمی کند که مشکل دارد، پس چرا باید دنبال کمک باشد؟ او تقصیرها و اشتباهات خود را نمی پذیرد و آن را برگردن کودکی یا عوامل خارجی می اندازد. مورد نهم، بی احترامی به خانم ها. هیچ احترامی برای مادر، خواهران و یا هر زن دیگری قائل نیست. تصور می کند که زنان احمق و بی ارزش هستند. مورد دهم، سابقه سوء استفاده قبلی. این افراد همیشه به دنبال زنهای مطیع هستند که بتوانند آنها را کنترل کنند. رفتار سوء استفاده گرانه، رفتاری ارثی است و مردانی که از آنها سوء استفاده شده احتمال زیادی دارد که خود به این بیماری مبتلا شود. مردانی که از حیوان سوء استفاده میکنند نیز احتمال زیادی دارد که از خانم ها هم سوء استفاده کنند. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.